حدود 2 هفته پیش 8 از وزرای دولت روحانی از جمله ظریف در نامه به ولی فقیه ارتجا درخواست کرده بودند که خامنه‌ای شخصا وارد بشه و به مجمع تشخیص مصلحت دستور بده که 2 لایحه پالرمو و CFT رو تصویب کنه. این اقدام در حالی بود که ولی فقیه ارتجا از مدتی قبل آگاهانه خودش رو از این پرونده بیرون کشیده بود تا قیمت رد یا قبول این لوایح رو نپردازه. این اقدام وزرای دولت روحانی تلاش برای کشوندن خامنه‌ای به این عرصه جنگ باندها توی نظام بود. بالاخره دیروز پاسخ خامنه‌ای اعلام شد، اما این پاسخ آتش جنگ باندها رو شعله‌ورتر کرد. گزارش رو در این زمینه ببینید. روز چهارشنبه 3 بهمن سایت‌های حکومتی خبری را که محمد ایمانی مهره باند خامنه‌ای در کانال تلگرامیش گذاشته بود منتشر کردند. بنا به نوشته ایمانی، وزرا به خامنه‌ای نوشته بودند: با ملاحظه مصلحت به مجمع بفرمایید در بررسی و تصویب 2 خواست باقی مانده FATF الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT تسریع شود. و خامنه‌ای در پاسخ فقط 1 خط نوشته است: چه تضمینی هست که تحریم ها را بردارند و دوباره عهد شکنی نکنند؟ خامنه‌ای با تفره رفتن از پاسخ صریح بار دیگر بحران را به درون نظامش ریخت و شکاف در رأس نظام را عمیق تر کرد. بعد نوبت آخوند روحانی بود که بیاید و به طور مسخره مدعی شود که تصویب این لوایح به معنی مبارزه با آمریکاست و به این ترتیب توپ را به زمین باند خامنه‌ای بیاندازد. و خوشبختانه هم دولت هم مجلس اقدامات بسیار خوبی راجع به لوایح 4 گانه انجام دادند. امیدواریم نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقدامات رو در مراحل نهایی انجام بدن با سرعت بیشتر ما بتونیم این لوایح رو به تصویب برسونیم و این امید آمریکا رو ناامید کنیم و این توطئه آمریکا رو در مسئله مالی و بانکی خونسا بکنیم. از سوی دیگر محمود واعظی رئیس دفتر روحانی برای لاپوشانی شکاف در رأس نظام به صحنه آمد و گفت: در دولت ارتباط وزرا با دفتر رهبری یک روال معمولی است. برخی وزرا در نامه‌ای که 2 هفته قبل به دفتر رهبری فرستادند موضوع 4 لایحه را مطرح کردند. رهبری پاسخ نامه را هم دادند: من از خبرسازی‌ها متاسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند، در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است. واعظی افسود برخی از خبرگزاری‌ها هم با استناد به این خبر بی‌پایه آن را توسعه دادند. به رغم این ظاهرسازی واعظی، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یکی از مهرهای این باند نوشت: در خصوص موضوع FATF با وضعیتی مواجه هستیم که تصمیم گیری درباره قبول یا عدم قبول شروط و استانداردهای آن در حیطه اختیارات ما قرار دارد، اما تبعات ناشی از نپیوستن آن خارج از حوزه این اختیارات است، چرا که ما اساساً در این زمینه با یک اراده بین المللی مواجه هستیم. این مهره باند روحانی این سوال را در مقابل باند رقیب گذاشت که راه حل جایگزین مخالفان FATF برای نپیوستن به کنوانسیون های یاد شده چیست و به عبارت دقیق‌تر آیا برای فرار از تبعات عدم قبول این کنوانسیون ها گزینه‌ای وجود دارد یا خیر. روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای خامنه‌ای با حمله به روحانی و باندش نوشت: جریانی در داخل کشور سعی دارد با الغای قرار گرفتن کشور در بنبست در صورت تصویب شدن این لوایح تصمیم گیران نظام اسلامی را تحت فشار گذاشته و آنها را وادار به نشان دادن چراغ سبز کند تا به زعم آنان شریان‌های حیاتی مالی با جهان خارج قطع نگردد.